دادگاه بحرین دو نوجوان بحرینی را به دلیل مشارکت در های مردمی به حبس طولانی مدت محکوم کرد. چهارمین دادگاه عالی کیفری بحرین جعفر جاسم حبیب کودک بحرینی را به ده سال حبس و محمد جاسم حبیب برادر وی را به 15 سال حبس محکوم کرد. فعلان میگویند این گونه اقدامات ناشی از نگرانی آنهاست زیرا مقامات بحرین بر این باورند که مشارکت کودکان و نوجوانان در تجمع های عمومی علیه حکومت نشان میدهد که اعتراض های مردمی در جامعه رشد پیدا کرده و باید تدابیر سختگیرانه را اتخاذ کنند سازمان عفو بین الملل سیاست بازداشت و هدفگیری سیستماتیک کودکان و نوجوانان را محکوم کرده و از مقامات بحرین خواست به کنوانسیون ها و قوانین بین المللی متعلق به حقوق کودکان احترام بگذارند. در همین حال سازمان دیدوان حقوق بشر و مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین در بیانیه مشترک دستگیری 6 نوجوان 14 تا 15 سال را محکوم و اعلام کرد آل خلیفه بدون توجیه و ارائه دلیل آنها را در مرکز نگهداری کودکان قرار داده است حکومت همچنین درخواست خانواده های آنها را برای حضور هنگام بازجویی فرزندانشان یا ملاقات با آنها را نپذیرفته است. این دو سازمان از مقامات بحرین خواستند تا قانون شماره چهار سال 2021 میلادی درباره عدالت اصلاحی کودکان و حمایت از آنها در برابر بدرفتاری را بازنگری کرده و قانون محرومیت کودکان از آزادیشان در صورت مشارکت در تجمعهای عمومی را لغو کنند. حمد ایسال خلیفه قانون عدالت اصلاحی برای کودکان و حمایت از آنها در برابر بدرفتاری را در 16 فوریه 2021 میلادی تصویب کرد و در نیمه آگوست 2021 میلادی اجرایی شد این در حالی است که مقامات امنیتی به ارتکاب تخلفات بیشتر ادامه دادند